سلام عرض میکنم آقای عزتی، خیلی خوش آمدین. متشکرم، قربون شما. خواهش میکنم. خب از حال و هوای فیلم پارادیس بفرمایید. ظاهرا در ایران که اکران نشده و اولین بار شما در کنار تماشاگر ایرانی دارین فیلمو میبینید. بله، من اصلا فیلمو ندیدم. ندیدین اصلا؟ بله، چه ایرانی چه غیر ایرانی، من فیلمو هنوز ندیدم. بر خودم جذابه، بعد از چند سال فکر میکنم. سال 94 ساخته شده. 94 ساخته شده؟ زود گذر. آره. آره، 3-4 سال فکر کنم که میگذر ازه. خب در این فیلم شما نقش یک جوان طلبه دارین، درسته؟ بله بله. نقشای مثل طلبه، روحانی، شخص مذهبی، شما چندین فیلم توی نقش بازی کردین؟ فکر میکنم اولین فیلم که نقش روحانی داشتید طلبه مس بود، درسته؟ بله 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 بله. خیلی همین نقشا رو راحت و خوب بازی کردین، به طوری که تماشاگر خیلی باور کرده و دوست داشته، در حالی که نقشایی که هر کسی سراغش نمیره. چیکار میکنید که اینقدر راحت نقشو باورپذیر میکنید؟ شما که لطف دارین اینجوری میگین، ولی کلا اینا رو شبیه هم نمیبینم. حالا اگه دو سه تا هم در شغلشون، حالا ممکنه آدم 10 تا دکتر بازی کنه، یکیش آدم مثبت بده منفی باشه، موقعیت اجتماعی کاراکتره نمیتونه الزاما اینا رو بگن که مثلا نقشا شبیه همه یا همین نقشو چندین بار بازی کرده. نه معذری است که شبیه همه. نه میدونم، من دارم هم توضیحشو میدم که اصولا نمیذارم موقعیت اجتماعی روم تاثیر بذاره، موقعیت اجتماعی کاراکتر روم تاثیر بذاره که آدم ها رو شبیه هم ببینم. حتی اگه مثلا چندین فیلم طلبه بازی کرده باشم، شاید فکر کنم سه تا فیلم شد تلامس و پارادایز و فرشته با هم میآیند، ولی سعی کردم که حتما از همدیگه جداشون کنم. شما خیلی لطف دارین که میگین باورپذیر و نه. خب چه کار میکنید که نقشه که ایفا میکنید انقدر به سادگی، انگار که خیلی نزدیک شخصیت خودتون، حالا واقعا نقشه انقدر نزدیک به شخصیت خودتون از چقدرش نزدیک؟ نه فکر میکنم که بالاخره هر کاراکتری که بازی میکنم یه درصدش آدم از خودش وام میگیره، هر بازیگری فکر میکنم این کارو میکنه، و یه درصدش حاصل تحقیقشه، یه درصدش هم حاصل تمریناشه، و اینا هم همون جوریه. من اگر حالا اگه شما میگین اینجوری باشه که خدا رو شکر که اینجوری بوده، اگه شما فکر میکنین خوب بوده که همه منتقدین اینجوری فکر میکنن. حالا شما کارهای جدی زیاد داشتین، یعنی کارهای جدی تون غیر کمدی تون خیلی بیشتر از کارهای کمدی بوده به جزی چند سال اخیر، ولی همه شما رو بیشتر وقتی میگیم جواد عزتی به معنی کمدی هم میشناسن. چه حسی دارین که بیشتر کمدی هم میشناسن شما رو؟ اسمتون هر فیلمی باشه همه فکر کنن فیلم کمدیه. خیلی متشکرم. نه اینکه لطف مردمم اصولا کمدی دوست دارن، بیشتر دوست دارن. منم احترام میذارم به در واقع سلیقه‌شون. و بله، من کمدی خیلی کمتر کار کردم، فیلم جدی بیشتر بازی کردم، ولی کمدی ها خب مردم خیلی بیشتر دوست دارن. من خودم خیلی دوست دارم تو فیلم ها میشینم خودم نگاه میکنم. کمدی رو ترجیح میدی؟ نه فیلم خوب رو ترجیح میدم، حالا چه کمدی چه هر ژانری باشه، فیلم خوب اصولا قابل احترام. مردم ما هم ثابت کردن که اصولا فیلم خوب رو ازش استقبال میکنن، نه صرفا کمدی. همونجور که تو این چند سال بعضی از فیلم های غیر کمدیمون رکورد خیلی از فیلم های کمدیمون رو زده، مردم ما ثابت کردن که فیلم خوب و احترام براش قائلن، و سینمای ما به نظرم خیلی خیلی بیشتر از اینا باید بهش اهمیت داده بشه، بخاطر اینکه واقعا قابل احترامه. ما جزو من خودم فکر میکنم 10-15 تا کشوره، همینطور هم هست واقعا، اصلا فکر میکنم یه سه ثابت شده 10-15 تا کشوره سینمایی هست، سینماداری هستیم که سینماش همش فیلماش توقیفه مللیه. نمیدونم چند تا فیلم توقیفه داریم، 2 تا داریم، 3 تا داریم. از فیلم های آقای عطشانی با ایشون صحبت کردیم، تلفن همراه آقای رئیس جمهور هم اکران شد بالاخره، ولی با اکران شد. داره آقای عطشانی یه دیلی داره توی اکران فیلماش. آره فکر کنم عادت شده ایشون بعد یه دیلی داشته باشن. حالا اینجا هم هست مخلصی الان تشریف میارن. بله باشون صحبت کردیم. حالا فکر می‌کنی اهمیت چنین جشنواره‌ای چی باشه؟ برگزاری جشنواره‌ای که فیلم‌های ایرانی نمایش داده میشه در سبک‌های مختلف. اصولاً جشنواره به ارتقای هنر 100% تاثیر مستقیم می‌ذاره، کمک مستقیم می‌کنه، و مردم هم آشناتر می‌کنه با سینمایی که داریم، طرز فکری در واقع آدم‌هایی که در سینما دارن فعالیت می‌کنن. 100% تاثیر مستقیم می‌ذاره و آدم‌ها هم با دانش بیشتری سینما رو دنبال میکنن. سینمایی هم خودشون دیگه باید خودشون جمع جور کنن دیگه، یعنی منظورم اینه که باید بدونن که مردم انتظار دارن، باید بهترین کار رو بکنن و
اصلا اینجوری نیستش که حالا یه فیلمی بسازیم یه فروشی بکنیم. حالا گفتین فیلم خوب، معیار شما برای بازی در یک فیلم چیه؟ چه فیلمو میگین فیلم خوب؟ خیلی چیزا تاثیر داره. فیلم نامه خوب، کارگردان، طرز فکر کارگردان، عوامل، خیلی چیزا تاثیر داره اصلا. شما تلویزیون شروع کردین؟ بله. خب الان با توجه به که چهره سینمایی شناخته شده هستید، حالا کار خوبی پیشنهاد بشه در تلویزیون بازی میکنید یا اینکه اصلا دیگه به سمت تلویزیون نمیرید؟ نه اصلا که نداره، سریال خوب ساخته بشه ما میریم بازی میکنیم. سریال خوب هم ساخته بشه به من پیشنهاد بشه، حالا شاید سریال خوب ساخته میشه به من پیشنهاد نشده سریال خوب به من پیشنهاد بشه میریم کار میکنیم. یه فعلا توی 3-4 سال گذشته که سمتش نرفتم برای سریال. خب این برم سعی میکنم فعالیتم رو قطع نکنم، چون تو سینما فعالیتم قطع نشده، توی تلویزیون اصلا فرصتی نشده اصلا برم فعالیت کنم. حتی سریال سازی ایران دیگه الان صرفا تلویزیون نیست، بالاخره رسانه تصویری دارن کار میکنن و امیدوارم اتفاقا در آینده خیلی نزدیکی سریال کار بکنم. الان هم که فیلم هزارپا رو در ایران دارین روی پرده، تمام شد؟ و تنگه ابو غریب. خب تنگه که اصلا کمدی نیست قطعا. نه تنگه که اصلا فیلم جنگیه. شما نقش یک فرد مذهبی جدی دارین، درسته؟ این فیلم بود که نقش شخص جدی دارید یا فیلم آقای محمد حسین مهدویان اگه درست بگم دیگه ای بود؟ متوجه نیمه فیلمی بود به اسم ماجرای نیمروز، درسته؟ بله. اونجا نقش فرد مذهبی دارین؟ اونجا کاراکتر خشن. بله. یک فیلمی مال سال 60، فیلمو دیدین شما؟ یه فیلم مال سال 60 و اتفاقات سال 60 که اونجا نقش یک مامور اطلاعاتی بازی می‌کنم که الانم فکر می‌کنم شماره 2ش ساخته شده، فکر می‌کنم در جشنواره برسه. خیلی متشکرم، خیلی خوب. خوشحال شدیم شما رو اینجا دیدیم، امیدوار هستیم که اوقات خوبی داشته باشین در تورنتو و از تماشای فیلم در کنار مردم لذت ببرین برای اولین بار. قربون شما، خیلی متشکرم، خوشحال شدم.